به مناسبت هفته جهانی فضا به همت فرهنگسرای آسمان نما، همایشی با حضور کوهنوردان، دوستداران محیط زیست و عموم شهروندان البرزی در محل این فرهنگسرا برگزار شد. از موضوعاتی که شهرداری های کلاشهرهای کشور دارن، موضوع آموزش هست. آموزش به شهروندان هست. فرهنگسراهای موضوعی در شهرهای مختلف ایجاد میشه که در کرج هم همین موضوع اتفاق افتاده. یکی از این فرهنگسراها فرهنگسرای خواجه نصیرالدین طوسی یا آسمان نما هست که کار آموزش رصد ستارگان و موضوع نجوم در اون داره انجام میشه. از مدارس، اساتید دانشگاهی، دانشجویان و علاقمندانی که به موضوع نجوم و ستاره شناسی هستن در عملا به این مرکز مراجعه میکنن و ما در خدمتشون هستیم. آقای زارل، چه برنامه‌ای برای پیشرفت در بحث فرهنگ نجوم در سطح استان البرز دارید؟ ما در زمینه‌هایی که مردم خواهان اطلاعات و آموزششون هستن، خب به تبع برنامه ریزی های مناسب خودش رو داشته باشیم. یکی از فرهنگسراهایی که به جد مورد توجه مردم قرار گرفته، به خصوص بچه ها برای شناخت بیشتر سیارات و اینها، فرهنگسرای نجوم هست و موضوع آموزش نجوم هست. ما اینجا کلاس های نجوم داریم از 5 سال به بالا. کلاس همون هفته یه روزه، در سطح مقدماتی، پیشرفته، شب رصدی، کلاس عکاسی نجوم، هوافضا، روباتیک، که علاقه مندان میتونن بیان شرکت کنن و ثبت نام کنن تو کلاس های ما. اصلا چی شد به بحث نجوم علاقه من شدید؟ خب من خودم از بچگی علاقه داشتم، بخاطرم چون بچه هم داره درس میخونه، کلاس ششم هست، تو این رشته میخواست اطلاعی داشته باشه، آوردمش اینجا ببینم علاقه من میشه نمیشه. از بچگی به سیاره و ستاره ها علاقه داشتم. یکی از دوستانمون اینجا رو پیشنهاد دادن و گفتن امروز یه توضیحاتی میخواد انجام بشه و میخواد رصد کنن ستاره ها. منم طبق علاقم با مادرم به اینجا اومدیم. از همون نوجوانی به خاطری که کتاب‌های عدیده‌ای در زمینه‌های مختلف می‌خوندم، همیشه این سوال برام بود و که بحث نجوم و ستاره شناسی و آسترولوژی رو اگر فرصتی پیش بیاد دنبال کنم. به نوعی در فضای مجازی هم پیگیر هستم و کلاً علاقه دارم. وقتی که ما مطالب مثلا علوم یه جمع‌بندی از کل علم هست دیگه، وقتی ما میایم روی یه موضوع تمرکز میکنیم میتونیم موضوع بهتر یاد بگیریم تا اینکه یه موضوع کلی رو یاد بگیریم. برای همین من امروز اومدم اینجا کلاس دورهای آموزشی اینجا تقریبا دارم میگذرونم. دوستان تو گروه های که ما بودیم برای پاکسازی طبیعت امروز پیشنهاد داده بودن که بیاییم برای رصدخونه در خواجه نصیرالدین طوسی در کرج. بعد منم چون به علاقه داشتم کلا به ستاره ها و سیارات و اینکه برام جالب بود، چون میدونستم که رازهای زیادی درشون نهفته است و برای دونستن این رازها خب دیدم که باید اولین قدم رو برداشت که امروز اومدم اینجا برای رصد ماه و دیگر سیارات. امیر حسین رحیمی، پایگاه خبری رادیو کوهنورد، کرج. رادیو کوهنورد روی موج همدلی، فرکانس بی‌نهایت.